مهمون داریم که من از بچگی با ایشون بزرگ شدم، مثلا کنار هم بودیم. نه همش دروغه. خب خودت بگو، خودت معرفی کن، بگو داستان چیه. خب من والا با سهیل از بچگی بزرگ شدیم، بعد سهیل رفت کانادا، من رو با خودش نبرد. پارسا 7 سال رفته آمریکا، توی آمریکا به قول معروف زحمت کشیده، از پولم نرفته، یعنی که نرفته اونجا پول بپاشن تو سر صورتش بگن حالا یه کاری کن. خودش میگه زحمت کشیدم، کار کردم، دیدم مثلا کار به جایی نمیرسید، رفتم درس خوندم و با درس مادم به پول رسیدم. خیلی الان سوالاتون اینه که من چطوری باید بیام کانادا، آمریکا میام، اونجا چیکار بکنم؟ الان دیگه بهتر از پارسا فکر نمیکنم ما مثالی داشته باشیم، چون تازه اومده 7 ساله، ولی کسی که 7 سال میاد اینجا خودش تو مغز خودش میمونه خیلی وقت اینجاست، درست میگم؟ آره فکر میکنم، ولی 7 سال خیلی کمه. آره وقتی که فقط وقتی بیشتر میمونی میفهمی چقدر چیز بود. من یادم تازه که اومده بودم، پسر دوستم بودم به اسم آیدین، توی آیدین، بعد بهش گفتم که چند سال کانادایی، گفت 4 سال، مثلا 3 سال و 9 ماه بود جمعش کرد، گفت 4 سال. گفتم اوه 4 سال کانادایی، پس دیگه اصلا دیگه کانادایی هستی دیگه تو دیگه. گفت دود من هنوز انگلیسیم کاملا شده، چی میگی؟ تازه که اومدم مثلا خودم یه ماه بود اومده بودم، گفتم آ 4 سال چه خبره، 4 سال چه خبره. آره من شخص خودم من فکر کردم مثلا اوکی دیگه، من 2 سال دیگه که بگذره، روزی که اومدم انگلیسی کامل و تموم و من وسط دارم مثلا امریکن پای لایف استایل و مثلا میرم جلو. 2 سال گذشت، سال این ور نکردم، نه مثلا خیلی تایم میبره این داستان، مثلا به قول تو 7 سال که اصلا هیچی نیست. این یه دونه درس اولی که میخوام به برعکس بدم، آقا فکر نکنین خیلی باهوشین، نمیگم باهوش نیستی یا باهوش هستی، ولی اینو همین پارسا دیروزش به من میگفت، میگفت توی دانشگاه که رفته بیزنس خونده، یکی چیزی که یاد گرفت اینه که حتما باید یه نفر داشته باشی به اسم منتور، نه اسمش منتور باشه، شخصیتش منتور باشه، بیاد بهت یاد بده بگه چیکار کنی چیکار نکنی، چون نمیتونی باور کنی 5 دقیقه حرف با یادمه که راه تو رفته باشه چه تأثیری میتونه. من خودم کسی هم که این 5 دقیقه رو نذاشتم، چون نه میدونستم مثلا منتور یعنی چی، اگرم میدونستم از این آدمای بیشور بودم که میگفتم من خودم تو سن 20 سالگی مثلا روزی 10000 دلار پول درآوردم، عطا بخوام بپرسم تو چیکار میکردی 20 سالگی، من اصلا شخصا احمقا بودم که فکر میکردم مثلا تای ختم و خیلی ضربه خوردم، چون مثلا اگه من منتور داشتم شاید الان مثلا 100 میلیون دلار رد کرده بودم. بعد من اینجوری بودم که اوه شت، اینجا تو باید 21 سالت باشه، آیدی تو نشون بدی که بهت چی مثلا یه پاکت سیگار بده. ما اونجا مثلا میرفتیم واسه بزرگترمون سیگار میخریم، حتی میدونی حتی اگه خودمون سیگاری نم. خلاصه این اولین هیتی بود که من اونجا شدم، رفتم تو این فروشگاه کار گرفتم، این آقا هم همیشه اینجا بود و ما رو میدید و منیجر شدیم و بهم افتخار میکرد موقع منیجر شدم و میگو نه بابا منیجر شدی. گفتم آره. حالا خیلی چیز بیگ دیلی هم نبود، فقط اسمه الکی اینجا اسم میگم که بگم، یعنی مثلا فوق 50 سن اضافه میکنن ساعتی اصلا بهت بر میخوره، بعد اونو تکس میکنن همونم از بین میره. خلاصه آقای ما رو دید گفتش که منیجر شدی دمت گرم. گفتم آره بابا این خیلی چاکرم و این حرفا. گفتش که میتونی از این شیرینی ایرانی ها به من بدی از این به بعد، چون تو من فکر خواهش بودم فکر من گفته خواهش شیرین ایرانی ها بردار، نه نه واسه خودم یعنی بخورم. آه گفتم آه یعنی مجانی میخوای؟ گفت آره مجانی میخوام شیرین ایرانی. گفتم آره شما هر وقت خواستی برو شیرین ایرانی بردار بگو مثلا من گفتم. گفت باشه. این اول اینو من دیگه یه مدت بعد از این سوال ندیدم دیگه، اینشون میرفت چایشو میگرفت شیرین ایرانی، خودش میرفت کارشو میکرد تا مسافر بیاد. من رفتم مدرسه، من دیگه دیدم سوال واقعا فایده نداره هی کار بکنی توی فروشگاه، فایده نداره. چون چند وقت طول کشی تا اینو متوجه بشی؟ یه سال و نیم، شاید همون یه سال و نیم فیل. پس یه سال و نیم سخت کار کرد، پله رو رفت بالا، دید ته پله خبری نیست، فهمید که آقا اگه بره مدرسه یه مدرکی بگیره که یه جای قوی شروع کنه خیلی به نفعشه. خیلی به نفعمه. خلاصه یه دونه دوست خیلی صمیمی ما داشتیم اونجا، حالا دوستای صمیمی زیاد داشتیم، یکیشون درس میخوند و کار میکرد، یعنی همیشه شیفتای شب میومد و من بهش میگفتم که چرا شیفت شب میای، بعد میگفتش که من از مدرسه میام، من میرم مدرسه. دقیقا هم همسن من بود. گفتم آقا ما رو مدرسه میبری مثلا یاد بدی چطور دور و بر به ما نشون بدی؟ گفت آره حتما این حرفا.
اینجا اولین باری بود که من مثلا منتور گرفتم دیگه، میدونی؟ حالا منتور مدرسه تو دارم، منتور مدرسه. اصلا هم لازم نیست یه سیده از تو بزرگتر. دقیقا یه آدم که همسن، تازه این دوست هم از سه ماه هم از من کوچیکتره، فقط اون راه رفته باشه به تو تا مثلا میتونه کوچه رو به نشون بده خودت بری در واقع. دقیقا. و من بهش گفتم خب تو چی داری میخونی؟ گفتش که من حالا مثلا رشته بیولوژی رو میخونم، میخوام مثلا ساینتیست بشم در آینده. منم گفتم اوکی، من که هدف خاصی ندارم، اوکی ساینتیست بشیم و مثلا بریم سمت مثلا پزشکی و حالا دندون پزشکی و ساینس و هر چیزی که هست دیگه، چون واقعا هیچ آیدیایی نداشتم. اینم داشت این کارو میکرد، گفتم اوکی منم هستم بریم. گفتم پولش خوبه؟ گوهر پولش خیلی خوبه. گفتم بریم سوئل. همین داستان ما رفتیم، یکی دو سال تو این فروشگاه ما پارت تایم کار میکردیم، مدرسه هم میرفتیم. اینجا مدرسه هم اگه بری یه پولی بهت کمک میکنن، بهش میگن فاینانشال اید، یعنی بی پول هم نمیشیم. برای کسایی که خیلی استودنت های خوبی هن، فول تایم کلاس برمیدارن، کمکشون میکنن، یه پولی یه هزینه بهشون میدن، یه خورده پول کمتر از فول تایم کار کردن. واسه همین من پارت تایم هم تو همون فروشگاه هنوز کار میکردم. کار میکردم تو فروشگاه سوئل. دیگه این آقای منو دوباره دید. حالا این آقا رو من تا آخر داستان میارم، چون همیشه تو زندگی اومد و دید و گفت چی کار میکنی؟ کم میای؟ بعد من گفتم که آره دارم پزشکی میخونم. گفت نه بابا. گفت دنیاشو خراب کردی. آره. گفت نه بابا. گفتم آره. قشنگ یادم قیافش اینجوری بود. نه بابا. گفتم آره. گفتش که فایده نداره. گفتم چرا؟ قشنگ اینجوری گفت فایده نداره. بعدش که به خودش اومد گفت فایده نداره. گفتم چرا؟ گفت ببین خیلی گرون میشه. بعدش که میری مثلا مدرسه پزشکی، الان تو کالجی بری مدرسه پزشکی خیلی گرون میشه، همش میشه وام. بعد من گفتم که حالا خدا بزرگ ما به اونجا برسیم، اونشو درست میکنیم تا اون موقع. گفت باش، من بهت گفتم دیگه. سوال من از فروشگاه اومدم بیرون دیگه. بعد از این مدت از فروشگاه اومدم بیرون، رفتم توی بیمارستان کار کردم. چی کار میکردم؟ مریضا رو ویلچراشون رو برمیداشتم میبردم تو، مثلا اتاقشون میذاشتم، پتوروشون میکشیدم، بعد مثلا تمیزشون میکردم دورو برشون. این کاره که مثلا پولم میگرفتی یا مجانی؟ 12 ساعتشو پول میگرفتم، 8 ساعتشو، آره 28 ساعتشو مجانی کار میکردم، که خوب بود واسه آیندم که می‌خواستم واسه دانشگاه مثلا اپلای کنم. ولی 12 ساعتشو پول می‌گرفتم، اونم به خاطر اینکه من خیلی مثلا دیگه کف خواب بودم، بدون پول اینجا کار نمی‌کردم، می‌دونی؟ ولی بچه‌ها همه مجانی بودن اونجا. اگه آدمای پولدار بیان با کمپانی ضعیف کار بکنن، اونا رو پولدار بکنن، خودشون هم پولدار میشن. و آدمایی که پول دارن و قبلا پولدار نبودن، قبلا داشتن از کمپانی ضعیف استفاده می‌کردن. بس می‌دونن اوکی، دانششون جلو رفته. به قول خود پارسا، گوشی که گذاشت از تو ایرپورت گرفت کار کرد براش دیگه، که صدای اون یارو من میدونم خفه کنه. آره. من خیلی برام این موضوع جالبه. اینو خودتون میدونید، اینو من چند بار تو ویدیوام گفتم، چقدر پول در میاری مهم نیست، چقدر میتونی پولتو منیج کنی مهمه. حالا خب آقا، این برابر به پادکست جالبی شد، من خوشم اومد، خیلی هم توش درس داشت، هم توش فان بود، هم زندگی آدمی که اومده تو 7 سال توی یه ساعت ما رو جوسیدیم که چجوری میشه با یه نفر که همش بهش خور بزنه. من میدونم گالیور هم اونجا بود. آره. فکر کنم این ویدیو رو الان زیرش کامنت بذاره بگه خوب نبود. نه بده. شما ویدیو نگیر، به شما نمیاد. بچه ها به این آقای ناشناس میایم ثابت کنیم که پارسا خوب بود. کامنت خود اکید بذاریم بگه آقا پارسا حال کردیم. من که باش خیلی حال کردم، چون خیلی ریلکس بود، خیلی داستان قشنگی بود. بچه های دیگه اگه دوست دارن بیان پادکست و اینا، بیان تو تلگرام مسیج بزنن، آدرس امین رو میذارم تو دیسکریپشن، اگه خواستیم با اون مستقیم تماس بگیریم که اون ستاپ میکنه. همین این دو سنت من بود راجع به برابکسی که تازه میخوان از ایران بیان و چیکار کنن و خود خودشون رو بهتر کنن. اگه حرفی داری پارسو بزن، اگه نه خدافیزی کنیم. بچه ها دمتونم گرم که گوش دادین. سوهل جون تو هم دمت گرم که ما رو دعوت کردی. راستشو بخواین اگه تو کامنت ها بگین که من ادامه بدم، من ادامه میدم. اگه هم که نه که دیگه، این یه دونه هم دمتون گرم نگاه کردیم. من دوست داشتم اگر براتون اهمیت داره حرف من. دمتون گرم. چاکس.